بذارین این سوال رو ازتون بکنم. شما مراحل رابطه رو به چه صورت میبینین؟ ستیجای ریلیشنشیپ به نظرتون چیه؟ اولیش که خب بگیم حالا آشنایی، درست؟ درست؟ یا حالا بگیم مثلا قبل از آشنایی فلرتینگ، درسته، لاس زدن، بعد بالاخره به همدیگه میرسین، یه جای آشنایی به وجود میاد. ستیج بعد از آشنایی از نظر شما چیه؟ یعنی خب بعد از آشنایی یه مدتی آدم میره میاد آشنا میشه که بعد از یه مدتی یه لول بالاتر میره. من اینجوری احساس میکنم. بعد اون لول بالاتر چیه؟ دوست دختر دوست پسر شدن. بعد اون دوست دختر دوست پسر شدن آیا شرایطش اینه که من و تو اکسکلوسیویم، یعنی فقط با هم دیگه هستیم، با کسی دیگه بیرون نمیریم، تعهد داریم به هم دیگه، برای دراز مدت داریم با هم میریم بیرون، برای هدفی داریم میریم بیرون، مرتب هم دیگه رو قراره که ببینیم، این شرایطش از نظر شما چیه؟ من همیشه همینجوری بودم که دوست دختر دوست پسر همیشه، یعنی اکسکلوسیو، یعنی من و شما همین چیزایی که الان شما فهمیدین، یعنی okay. که دیگه لانگ ترم کانتینیوس و اکسکلوسیو. پس اوکی، حالا یه اتفاقی اینجا افتاده که فرق زن و مرده، و خیلی وقتا هستش که به خصوص در فرهنگ ما، چون این یه چیز خیلی تازه‌ایه و هیچ وقت نبوده، ما هنوز توی اون شوکی هستیم که از یک فرهنگی که از خواستگاری میرفتن به نامزدی و ازدواج و همه اینا معمولا 3 هفته طول میکشیده، الان رفتیم توی این که اوکی، حالا میشه گرلفرند بویفرندم بود، حالا میشه دیتم کرد، حالا حتما آدم نباید تا یکی رو میبینه ازدواج کنه، درسته؟ ولی راه روشش برامون غریب است، یعنی هنوزم توی اون برنامه خواستگاری نامزدی ازدواج گیر میکنیم، چون نمیدونیم که مرحله های دیگه باید چه شکلی باشن. چیزی رو که به توصیه میکنم، اگر برات مقدور هست، شوهر من گریگوری یه سی دی داره به اسم 12 Stages of Romantic Relationship. خب آقایون دو تا استیج دارن، آشنایی، سکس. خب اگر که واقعا از یه مرحله‌ای گذشته باشن و حالا میخوان ریلیشنشیپ داشته باشن، مراحلی رو که اون وقت اونا ترجیح میدن رابطه طی بکنه از مراحل ما خیلی بیشتره. خب حالا چیزی رو که ما نمیدونیم اینه که ببین، تو موقعی که با یکی آشنا میشی، مراحلی رو که بعد از آشنایی طی میکنی این هستش که اون getting to know you، اون مرحله این که ما در وهله اول اطلاعات کلی رو با هم دیگه رد و بدل میکنیم، general information، درسته؟ بعد از یه مدت اگر از اون general information و روابط کلی که داره بینمون اتفاق میفته خوشمون میاد، خب رد و بدل کردن های حالا یا شوخیه یا خنده است یا لاس زدنه یا از انرژی هم خوشمون میاد، خب یا در کنار هم که هستیم احساس خوبی داریم و یا از رفتار و قیافه هم دیگه خوشمون میاد، درسته؟ مرحله بعدی که برای ما اتفاق میفته اینه که میخوایم وقت بیشتری با هم داشته باشیم، تا اینکه از اطلاعات کلی و یا general information بریم تو اطلاعات جزئی تر و یا specific information. خب یعنی حالا من میخوام تو رو به عنوان یک کسی که جزئیات هم دیگر رو میدونیم بهتر بشناسمت. خب برای آیندت چی میخوای، چند نفر بچه تو خانوادتون هستن، تو بچه چندومی هستی و دوست داشتن، یه مقدار اطلاعات دیگه ای داری، چه درسی میخونی، داری چی کار میکنی، این اطلاعات هی جزئی تر میشه، شخصی تر میشه. بعد اگه از این مرحله رابطه هم خوشمون اومد، ادامه پیدا میکنه به جایی که شاید در 3 ماه تصمیم میگیریم که خب ببینم، حالا که من با تو اومدم، ما با هم دیگه رفتیم بیرون، دیتینگ کردیم که هم دیگه رو بشناسیم، حالا سوالی که برای جواب هست اینه که آیا تو هنوز
اینترست داری که با دیگران بیرون بری ادامه بدی، یا اینکه تصمیم تو گرفتی که میخوای فقط با من بیرون بری و منم هم همینطور. این یکی از اون مراحل رابطه هاست که ما نمیایم تا از همدیگه خوشمون اومد بگیم که من فقط با تو هم. خب و کلن من اینجور دیت کردن رو بهتون توصیه نمی کنم، چون ما زنا خیلی زود وابسته میشیم و یهو میشیم همسر طرف، یعنی میشه خواستگاری نامزدی ازدواج. خب اونا آشنا میشن سکس میخوان، بعد ما فکر میکنیم چون اونا اینو میخوان یعنی اونا به ما متعهد شدن، اصلا از این خبرها نیست. خب پس تعیین کننده مراحل رابطه و اینکه شما آگاه باشین از اینکه من چه مراحلی رو باید طی بکنم و در هر مرحله باید مسائل ما روشن باشه، باید صحبتامون واضح باشه.